در حقیقت اگه یادتون باشه وقتی که عراق حمله کرد و اینا، برای اولین اصلا ما سیستم صاحب چیز گوله پدافند نهیده بودیم یا سرکاری نداشتیم بگیریم گوله چه رنگیه یا چه. در عرصه من تو آلرتم و تیمسار معظم زنگنه تو پست فرماندهیه، زنگ تلفنی به من زد گفت چیز میخوایم شما به من که آژیر زدیم سریعا بلند شین، مثلا یه دونه هدف باید هدفی داشته باشه اینا، ولی میخوایم یه دو سه تا عبورم رو شهر تهران بکنیم ببینیم مردم تا چه اندازه خاموشی رو رعایت کنن. این برای اولین باره که به حساب این اتفاق افتاده. من که بلند شدم، خب اگر من بخوام برم منتهی سمت راست تهران یا سمت چپ یا قسمت جنوب یه سه بارم برم و بیام که این نقشی نداره، من باید مسارت از جنوب غرب برم شمال شرق، نمیدونم از جنوب شرق برم شمال غرب. بعد همین پسی که داشتن تو این سه تا عبور سمت جماران که رفتم، خب میدونیم ما چوب دو سر فلان اینا بودیم دیگه، یعنی ضمن اینکه عاشق بودیم، ضمن اینکه به کارمون پایبند بودیم، ضمن اینکه کل این مجموعه برای مردمون بود، برای چهاردیواری و خاکمون بود. بعد دیگه براتون همین که سمت طرف جماران اینا پدافند جماران شروع کرد تیراندازی به طرف ما، به تبع پدافند جماران به ساعت تو توپخونه مال مخابرات و اینا اونا شروع کردن تیراندازی، یعنی حدودش شد تش. به تبع اینا، چون اینا بعدن اگه به هر دلیلی با اشکالی مواجه می شدن، حالا اون مسئولین پدافند زمینی نمیتونستن تو اون گزارششون توضیح بدن چرا کوتاهی کردن، و به همین منوال از سایت کرج. حالا شما فقط فرو ذهنیت خودتون در نظر بگیر، از سایت کرج بگیر، از محدوده جماران بگیر، برو میدون توپخونه و مخابرات و اینا، مخروطی از آتیش، منم وسطش، وسط این گلوله. کابین عقبم الان در قید حیاته، یعنی هنوز فوت نشده، حالا تو نمیدونیم که مثلا فلان، ولی چیز بهش میگفتن کلم، محمود کلم، محمود انصاری، اونه محمود کلم بود، نه محمود، آره بهش میگفتن کلم انصاری بود، مثلا یه خواهی چاق و چهل و اینا بود و اینا از اون حالت ها بود تا بخواد لباس فراز تندش که جیسوت آماده کنه، اینا زمان بر بود. خلاصه هیچی، اینم کابین عقب من گفتم محمود به حساب بیرون نپری ها، به گلوله ها میخوری، چون الان مثال کار نداریم که اون پدافنده اون داره میزنه که حافظ ما رو ساقط کنه، ولی اینی که الان بدن نازنینت بره بیرون با اون گوش موشه و اینا یه دونه گوله اینقدری معلومه به حساب مسئله ایجاد میکنه. گفتم محمود جان از هواپیما بیرون نپر، ولی من سعی میکنم فلان. بعد الان که ما اینجاییم دارم خودم رو میکشونم به سمت بیزرا اینا، یعنی یه کار یه سری کنیم، یعنی مثلا یه اتفاقی افتاد هم حدود اونجا بشه صاف بریم اون تو فلان، ولی نمیتونم پس سوز بزنم یا از افتبرنر استفاده کنم، چون سیستم های پدافند اونایی که زمینن راحت تر پلات میکنن، چون الان اینکه داریم میگیم شبه داریم این پرواز رو میکنیم، میخوام ببینیم ملت خاموشی رو رعایت کردن یا نکردن. اینا هم تو بخوام اینا بود، در هر صورت ریزیز ما خودمون رو کشوندیم تا جنوب تهران و اون ور بیزر و اینا، حالا میخوایم بیایم بشینیم جرأت نمیکنیم. یعنی چون کسی، یعنی این عدم هماهنگی دیگه بین ارتش، بین اون سیستم، بین اون پدافند، بین سپاه فلان. حالا من به حساب تماس گرفتم با بورد، میخوام بشینم، گفتم کی چیز میکنه تضمین میده که الان من اومدم تو به حساب اون زل آخره تو فرودگاه مهرآباد و اینا کسی به سمت من تیراندازی نکنه اینا، ولی چیز بود، یعنی کسی یه همچین مسئولیتی رو نمیپذیره. ولی در صورت اومدیم، حالا هر چی بود بعد از که فروکش کرد و نه اون فلان.
بعد از این قضیه بود که باز تو سوابق نام صدا و سیما بگردینا در رابطه با همین تیراندازی پدافند و همین وضعیتی که برای من پیش اومد، اولین خلبانی بودم که من تو تلویزیون مصاحبه کردم راجعه که مردم چطوری رعایت کنن یا نمان فلانی صورت. حالا در عوض این همه مرارت و سختی که کشیدین مردم خوب رعایت میکردن؟ چراغ خاموش بود؟ آره تا حدودی آره. یعنی دیگه ترس چیز بود دیگه، اونداد به مخاطره افتاده که نمیتونیم که حالا اینی که این من شرکو بگید یادی من یه چیزی افتادم. ما اصولا پایگاه تعطیل بود دیگه مهرآباد، من تو خونه سازمانی میشستم، بعد بچه های گردان هم جمع میکردم شبا تو خونه خودمون از تهران غذا دوست کمی اونجا میخوردیم. بعد یه شب آقای سلیمانی همین که ایشون میگه تو فاینال مهرآباد زده بودنش، بعد پریده بود بیرون و اومدن گرفتنش که این آمریکاییه. حالا این چی بود؟ من آقای سلیمانی حالا آفرید دور بلانده همچش آبی داره فلان این نفع اینه گرفته بودنش که آره خلق آمریکایی گرفت، اینم فوش خرمادر داده کدوم آمریکایی، من قلمان ایرانی هستم. نه باور پذیر نبود دیگه، وضع خراب بود دیگه، نه این ور به ما اعتماد داشت نه اون